به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن بر زبان آفرین. خیر مقدم عرض میکنم خدمت شما دانش آموزان عزیز. انشالله از امروز برنامه کاملی رو در ارتباط با درس عربی کنکور آغاز خواهیم کرد که یه دوره بسیار خوب و مؤثر خواهد بود برای کسب نتیجه عالی. من یک اشاره بکنم نسبت به تاثیرگذاری این درس در کنکور و اهمیتی که دارد و بعد وارد بحث اصلی درس خواهیم شد. یکی از درس‌های بسیار تاثیرگذار در کنکور درس عربی هست. دلیلش هم این است که میانگین این درس در این چند سال اخیر منفی هست و هر یک از دانش آموزان که یک عدد تست از رقیب خودش بیشتر بزند شاید نزدیک 2-3 هزار نفر رو جابجا بکند و به عنوان آسانسور کنکور مطرح هستش. پس ما چه تنفر داشته باشیم نسبت به این درس و چه نداشته باشیم، باید حتما به این درس به عنوان یک درس مؤثر حتما دقت بشه و بهش توجه بشه و آنچه را که لازم هست برای درصد بالا بهش پرداخته بشه. در ارتباط با درس عربی یک تقسیم بندی رو من کردم که تا آخر بودجه بندیش رو مشخص کردیم که چه خواهد بود. ابتدای جلسه هم که حالا بعضی از شما دانش آموزان در اون یک دو جلسه رایگانی که وجود داشت حضور داشتید و احتمالاً تعداد زیادی هم حضور نداشتید، وارد موضوع خواهیم شد تحت عنوان عربی جامع دریای قواعد صید ترجمه. نام کتاب من هستش که این سلاید یا این فایل برگرفته از اون مجموعه هستش. مشخصات من هم که در اینجا هست و توصیه میکنم که حتما این کانال تلگرامی من رو اونایی که عضو نیستن عضو بشن، ادسان عربیک مصبا، و مطالب متنوعی در اونجا وجود داره، مطالب روزانه که به موضوعی پرداخته می شود، تعداد تست در ارتباط با اون آورده می شود و در شب هم به صورت وایس به اون مجموعه پاسخ داده می شه. ضمنی که در بنر سنجاق شده کانال هشتگ های متعددی رو من در اونجا قرار دادم، هشتگ های 0 تا 100 که هر کدوم از اونها رو که شما ورود پیدا بکنید یه دوره کامل به یک شکل خاص در ارتباط با عربی کنکور از 0 تا 100 خواهد. اما فهرستی که ما با شما خواهیم داشت تا پایان و امروز جلسه اولش رو آغاز خواهیم کرد، جلسه اول ما در ارتباط با اقسام کلمه و ملحقات اون خواهد. جلسه دوم که جلسه هفته آینده ما باشه اعداد و بعد با پای سورسی مزید، جمله فعلی و اسمیه، لازم متعدی، معلوم مجهول، مشتق ها و اقسامی که براش مطرح هست. جلسه هفتم همینطور. اگر نگاه کنید ما 15 جلسه خاصی رو که در ارتباط با این درس داریم، غیر از اون 4-5 جلسه‌ای که به صورت ویژه خواهد بود، تماما همه رو من مشخص کردم بر اساس همین فهرست تا پایان خواهیم رفت. یعنی شما میدونید که جلسه دوم چه بحثی رو ما خواهیم داشت. اگه خواستید پیش مطالعه داشته باشید خب میتونید به اون بپردازید. جلسه سوم، چهارم، پنجم تا انتها. خب بریم برای جلسه اولمون که اقسام کلمه هست. بچه ها صدا و تصویر من رو که دارید همه دیگه؟ آره، چون میخوایم شروع کنیم دیگه، میخوایم مطمئن بشیم. بسیار خوب، بسیار خوب، ممنون، متشکر. بله بله، پیام اومد، خیلی عالی، همه آماده و شاداب برای اینکه جلسه اولمون رو شروع کنیم.
خب اشاره کردیم که جلسه اول اقسام کلمه و ملحقات اون هستش. روز ساعت تاریخ رو خب خودتون میتونید بهش توجه داشته باشید که در چه روزی ما جلسه اول رو شروع کردیم، چه ساعتی و چه تاریخی. اما در این گوشه من نوشتم ادبیات فارسی و زیرش نوشتم 25-18-43. حتما توی من هر جلسه اون دفترچه کنکور رو بازش کردم و در کنکور ابتدا آزمون عمومیتون هست، اولین جلسه اولین موردتون ادبیات فارسی هست، 25 عدد تست دارید، 18 دقیقه زمان براش تعیین شده و هر سوالم 43 ثانیه فرصت دارید. خب این از ادبیات. تو جلسه بعد باز درس دیگری که پشت سر ادبیات هست، یعنی عربی و همینطور زبان و معارف و میره بعد رشته تخصصی که دارید و درس‌های تخصصی، همه اونا رو من در اینجا مشخص کردم که شما یک اطلاعاتی داشته باشید که چند تا سوال اون درس داره، چند دقیقه براش زمان تعیین کردم و چند ثانیه برای هر تستی زمان خواهید داشت، که یه اطلاعات اولیه داشته باشید در کنکور خیلی بیگانه نباشید برای هر درسی که وجود دارد. گاهی کودک باش، جدی بودن را فراموش کن، کودک بودن کوچک بودن نیست، لذت بردن است. دکتر کاتاریا که استاد یوگا خنده در دنیا هستن. پس لازم هست که گاهی انسان از اون بزرگسالی خودش خارج بشه و رفتار کودکانه داشته باشه و جدی بودن رو فراموش بکنه. کودک بودن کوچک بودن نیست، بلکه لذت بردن است. خب اما بریم سراغ یوگا خنده امروزمون. شاید بعضی از شما بچه ها اطلاع داشته باشید و بدونید چه کاری رو انجام میدیم، اما تعدادی که نمیدونید به این شکل خواهد بود که حالا مجموعه اینجا هم که هستن با من همراهی میکنن. من فقط ابتدا بگم چگونه هستش. 1-2-1-2-3 1-2-1-2-3 و همیشه هو 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 این رو انجام میدیم با هم. آماده اید بچه ها؟ آماده اید؟ شما هم اونجا میخواییم که یه انرژی بگیریم و بعد دیگه وارد مطلبمون بشیم. آماده؟ 1-2-1-2-3 1-2-1-2-3 هو 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 هو. آفرین، باریکلا، انرژی گرفتیم. اما خنده سلام و احوالپرسی در حینی که دارید با دوستتون سلام میکنید و احوالپرسی دارید، خنده هم همراهش باشه. آمادید بچه ها؟ اینجا من با یکی از این بچه ها این کار رو انجام میدم، خنده و احوالپرسی. سلام شما، سلام، خوبی؟ سلام، بسیار خوب. خندیدیم و خنده‌ای که انجام میدیم مغز متوجه واقعی یا غیر واقعی بودن اون نخواهد شد. آها، یکی از بچه ها فرستاده، استاد حالتون خوبه؟ سرفه میکنید؟ آه، پس هنوز در جریانید شماره؟ بله، من اون سرفه عارضه به اصطلاح کرونا رو هنوز هم خفیف دارم. انشالله امیدوارم که امروز این اتفاق نیفته و سرفه هم استمرار نداشته باشه. آماده اید بچه ها؟ بریم دیگه برای بحثمون. خب هر جلسه من 20 جا خالی دارم که به محضی که به اون فضای خالی رسیدیم من یه مکسی میکنم و یه پرسشی همطور با شما خواهم داشت که چه چیزی رو من برای جای خالی قرار بدم و بعد اون رو وارد خواهیم کرد. بریم برای موردمون. خب اقسام کلمه. 1. اسم. خیلی مهمه که ما در کنکور تشخیص بدیم که این کلمه آیا اسم است یا فعل است یا حرف، چون میدونید هر کدوم از اینا یه تحلیل صرفی مجزایی رو دارد. خب اسم دارای معنای مستقل، اما چی بچه ها؟ بفرستید برای من چی؟ آفرین آفرین آفرین. اما فاقد قید زمان است. معنا دارد اما زمان درش مطرح نیست. الرجل مرد، التلمیز دانش آموز، الکتاب کتاب، معنا داره اما زمان درش مطرح نیست. این میشه اسم. اما فعل دارای معنای مستقل به همراه بله
به همراه قید زمان یک کمی حساس‌تر ها به همراه قید زمان خب معنا هم دارد زمان هم درش مطرح است مثل ذهب یذهب و اذهب خب ماضی هست مضارع هست امر هست و هم معنا دارد هم زمان درش مطرح هست رفت میرود برو خواهد رفت این تعریف فعل هست اما حرف به تنهایی معنای مستقلی ندارد و بیشتر رابطه آفرین رابطه اسم و فعل رابطه اسم و فعل است مثل من مثل الا مثل فی خب اینا حتما نیاز هست که یک پیوندی رو یک ارتباطی رو بین اسم و فعل ایجاد کنند حسن به مدرسه می رود و به این شکل اینها ارتباط رو برقرار میکنن بین اسم و فعل این تعریف حرف است خب این مورد تعریفش اما بریم سراغ چند تا نکته تعریف که خیلی کمک به ما نمیکنه که تشخیص بدیم این کلمه اسم است یا فعل است یا حرف بریم سراغ چند تا نکته نکته اول برخی از شناسه های اسم برخی از شناسه های اسم یک الف لام پذیر هستند الف لام میگیرند مثل الکتاب الف لام گرفته دو چی بنویسیم بچه ها؟ دو با نشانه هایی که من گذاشتم چی باید بنویسیم؟ آفرین تنوین چقدر خوب لذت میبره آدم که سریع این بچه ها جای خالی رو حدس میزنن دو تنوین مثل کتابون دفترن قلمن میبینید که تنوین ان ان اون یا همون رفع و نصب و جر رو پذیرفته سه جر یعنی کسره گرفتن مثل فل مدرسته فصف میبینید که کسره میگیره پس کسره پذیری هم نشانی است بر اسم بودن چهار مضاف هر کلمه ای که اضافه شود به کلمه دیگری اون هم حتما اسم هست یادتون باشه که حرف ها و فعل ها اضافه نمی شوند مثال تلمیز المدرسته الان کلمه تلمیز اضافه شده است به مدرسه لازم ملاحظه می کنید که تلمیز اسم است مدرسه هم که خب مضاف الیه یکی از نشانهاش کسره است خب کسره هم که از علائم اسم بود الف لام گرفته تا ایگرد گرفته کسره گرفته و اونم اسم هستش پس اضافه شدن هم یکی از نشانه های اسم هست پنج منادا هر شخصی یا هر شیئی که بعد از یا بیاد یا یک حرف ندا هست بعد از حرف ندا بیاد اون حتما اسمه مثلا میگیم یا مریم و یا زینب و یا الله و یا قدس و یا کریم و به همین شکل اون کلمه مریم و قدس و کریم و اینا همه اسمن خودم پیدا نکردم خب شش تای مدوره تای گرد خب مثل چی بچه ها؟ مثلا فاطمه سعیدت اینا همه تای گرد میگیرن یکی از نشانه های اسم هست هفت ضمیرها ضمیرها هم چه متصل باشن چه منفصل باشن هو هما هم ها هما هن نه که کما کن که کما کن نه هو هما هم هیه هما هن نه انت انتما انتم انت انتما انتون نه اینا همه اسمن جانشین اسمن در حقیقت هشت اسم اشاره مثل هازا زالکه تلکه اولایکه اینا هم اسمن نو اینا بعدا خواهیم داشت فعلا به عنوان شناسه اسم در نظر بگیریم نو اسم موصول مثل الذی التی الذین
اللاتی، اینا هم اسمن. 10 اسمای استفهام، اسمای پرسشی، اینو بعداً تو یک نوع تستی که در کنکور میاد استفاده خواهیم کرد و راهکارشو بهش خواهیم پرداخت. مثل من به معنای چه کسی، لمن برای چه کسی، ما چه چیزی، لما برای چه چیزی، مازا چه چیزی، لمازا باز برای چه، اینه کجا، متا، کی، چه وقت، کم، چقدر، چند، کیفه، چگونه، ایو، کدام، و همینطور موارد متعدد که به عنوان اسم در نظر گرفته می شوند. ما یک حل هم، حل و اینا هم داریم، اینا هم استفهام هن. ولی اینا حرف هن. اه که هم به صورت همزه میاد و همچنین حل، اینا استفهام هستن ولی حرف هن. اسم نیستن. اسما رو من اینجا مشخص کردم. و مورد 11 اسم شرط هست. اسمای شرط مثل من، مثل ما، مثل ازا. این البته جزء عدات شرط هست ولی حرفه، یعنی این رو دیگه ما در نظر نمیگیریم، اینو جداش میکنیم. به عنوان عدات شرط هست ولی به عنوان اسم شرط نیست. من، ما، ازا، اینا هم به عنوان اسم در نظر گرفته میشوند. و مورد 12 اعداد. عددها هم بچه ها اسمن. خب پس اینا شناسه اسم شدن. اگه یک موقع در تست اومد چند تا اسم تو این عبارت اومده، سراغ این نشانه ها باید بریم. اینا نشانه است که تشخیص میدیم اون کلمه اسم است یا اسم نیست. این از نکته اول. اما میریم سراغ نکته بعدیمون که برخی از شناسه های فعل هست. اونا شناسه اسم بودن، حالا شناسه فعل ها. یکی از اون موارد تای تانیث ساکن هست. تای تانیث ساکن یعنی این چی که داخل کیوم اومده، مثل ذهبت، ذهبت. این تای اینجا به عنوان تای تانیث در نظر گرفته می شود. تای تانیث، کتبت، ذهبت، استخرجت. این نشانه فعل بودن کلمه است، یعنی وقتی این تای تانیث رو میگیره اون کلمه فعل هستش. دو، تای ضمیر. تای ضمیر مثل تتوماتوم، تتوماتون، تونا، تتوماتوم، تتوماتون، تونا. اینا وقتی میان به یک کلمه میچسبن اینا ضمیرن، ضمیرایی هستن که به فعل ها میچسبن، یعنی نشانه است برای فعل بودن اون کلمه. مانند پس ذهبته، ذهبتم، و همینطور تا آخر که اشاره کردیم. اینا هم به عنوان به اصطلاح نشانه بر فعل بودن کلمه خواهد. سه، یا ضمیر. این یا ضمیر رو ما کجا پیداش میکنیم؟ تو صیغه ده مضارع مثل تذهبینه، تکتبینه، و همچنین صیغه چهار امر، اذهبی، اذهب، اذهبا، اذهبو، اذهبی. این یا نشانه است بر اینکه اون کلمه فعل است. تذهبینه به همین شکل. و چهار، نون تاکید. نون تاکید، نون تاکید شامل نون تشدیددار میشه و نون ساکن میشه. نون تشدیددار و نون ساکن که آخر کلمه میاد، مثل یسمهن، یسمهن، یا مثل یسروخن، یکتوبن. نون تشدیددار پس نون ساکن به فعل ها میچسبن. منتها اون جایی که نون تشدید داره وقتی میخوایم ترجمه بکنیم دو بار تکرار میکنیم واژه تأکیدی رو. میگیم چی؟ حتما، 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 حتما اجازه میدهد. یسمهن، حتما، حتما اجازه میدهد. این دو بار واژه تأکیدی رو به کار بردیم. یسروخن، نون چند بار تکرار شده بچه ها؟ یه بار. پس یک واژه تأکیدی هم به کار میبریم، حتما فریاد میزند. پس این علاوه بر این که فعل بودن کلمه رو نشان میدهد، در ترجمه هم وقتی نون تشدیددار، نون تأکید تشدیددار میاد، واژه تأکیدیمون رو دو بار تکرار میکنیم. و اگر نون ساکن اومد یک بار تکرار خواهیم کرد واژه تأکیدی رو. مثلا وقتی من میگم یک توبن، اینجا رو که شما نون یک بار نون ساکن اومده، پس باید نگید می نویسد، باید بگید حتما می نویسد. اگر اینو تشدیددارش کردم میگید حتما، حتما چی؟ می نویسد. خب اینم از نون تأکید. مورد پنجم برای نشانه فعل بودن حروف معرف خودمونه دیگه، حروف عتینه. حروف عتینه، عتینه یا تینا، عتینه یا تینا.
اینا هم که ابتدای فعل مضارع میان به عنوان سوال داریم. این که تمام شد همسر. خب پس پنج حروف اتنه یا تینا در مضارع فعل مضارع ابتداش با این نشانه ها میاد، یذهب و تذهب و اذهب و نذهب و یکتب و تکتب و اکتب و نکتب و. ببینید حروف اتنه یا تینا اینا هم برای فعل ها هستش. و مورد شش، پیش از آن قد لم سه و صوفه بیاد. اگر پیش از اون کلمه قد لم سه و صوفه بیاد اون کلمه فعل خواهد بود، مثل قد کتبه. و ملاحظه میکنید که اینجا ما قد رو داریم، اینجا لم رو داریم، سه رو داریم، صوفه رو داریم و بعدش فعل اومده، کتبه، ینصر، یذهب و تعلم. و درست شد؟ این هم نشانه فعل بودن. پس چیا شدن فعل ها؟ تای تنیس ساکن، تای زمیر، یا زمیر، نون تأکید و حروف عتینه یا تینا و پیش از اون کلمه قد لمسه و صوفه بیاد. خب چیکار میخواستیم بکنیم؟ خب بریم برای بچه ها نکته بعدیمون. تا اینجا سوالی دارید از من یا نه؟ این سفر رو که با هم بررسی کردیم سوال بسیار خوب. نه نه عالی. بریم سراغ نکته بعدی بچه ها. نکته عدد اسم یعنی تعداد اسم. مفرد داریم، مثنا داریم، جمع داریم. مفرد داریم، مثنا داریم، جمع داریم. خب مفرد مثل مسلم، معلم، مؤمن. دو چی بنویسیم؟ مثنا. مثنا یه کمی حساسیتش زیاده. مثنا، دو مثنا. نشانه ها چیا هستن؟ الف و نون کسره دار، ی و نون کسره دار. نون کسره دار، الف و نون کسره دار، ی و نون کسره دار برای مثنا میاد، مثل مسلمانه، مسلمینه، معلمانه، معلمینه، مشفقانه، مشفقینه، یومانه، یومینه. به این شکل اینا نشانه مثنا. خیلی مهمه بچه ها، علامت نون مثنا کسره است. توی ضبط حرکات و اون تشکیل و حرکت گذاری که در کنکور ما هر ساله داریم، در اونجا یکی از مواردی که خیلی وقتا اتفاق میفته اینه که مثنا رو بهش به جای که نون کسره دار بدهد نون فتح دار میدهد و این غلط هستش. خب مفرد مثنا. مورد سوم جمع هست. جمع ها به سه گروه تقسیم میشن. جمع اولمون جمع مذکر سالمه. نشانه ها چیا هست بچه ها؟ واو و نون و یه و نون فتح دار. واو و نون، یه و نون فتح دار. چی بنویسیم اینجا؟ بر اساس شاید مثال بالامون مینویسیم مسلمون، مسلمین، مسلمون، مسلمین. که میبینید اینجا واو نون فتح دار و یونون فتح دار رو پذیرفته. این برای جمع مذکر سالم است. باز توی ضبط حرکات اینم دقت داشته باشید که اگر جمع مذکر سالم بود نونش باید فتحه یعنی ا داشته باشد نه کسره. خب به جمع مؤنث سالمه. جمع مؤنث سالم نشانه چیه بچه ها؟ الف و ت. الف و ت مثل مسلمات، مسلمات، معلمات، مؤمنات. فقط دقت داشته باشید بچه ها، یه وقت هست من میام میگم که در کنکور میگم معلم، از معلم جمع مؤنث بساز. دقت کن به حرف من، از معلم، از مؤمن، از مشفق جمع مؤنث بساز. سری بچه ها یه الفته بهش اضافه میکنن، مؤمنات، مسلمات، مشفقات، به این شکل و یا معلمات. این رو درست میکنن. اما دقت کنید که من چی دارم میگم. میگم از معلم بساز، از مؤمن بساز، از مشفق بساز. این کلمات مذکرن. از مذکر که ما نمیتوانیم جمع مؤنث بسازیم. حتما جمع مؤنث سالم باید مفردش هم مؤنث باشد. معلمت، معلمات.
مؤمنت، مؤمنات. اینو حتما بهش دقت داشته باشید که اون مفردی که آمده چی هستش. خب و مورد جیم جمع مکسر هست. جمع مکسر که نام دیگرش هم هست تکسیر. تکسیر جمع مکسر یا تکسیر، مثل شخص که شده اشخاص، بیت شعری که شده ابیات. دقت میکنید ابیات هم الف و ت داره. خیلی کلمات مثل اصوات، ابیات، اینا الف ت دارن، ولی الف ت الف ت جمع مؤنث نیست، چون جمع مؤنث سالم به ساختمان مفردش الف و ت اضافه میشود، نه اینکه ساختمان مفرد به هم بریزه. الان بیت نگفته بیتات، گفته ابیات، این جمع مکسره. خب بیت شعری شده بیوت، ملت شده ملل، مثل فتنه که میشه فتن، دار خانه جمعش میشه دور خانه ها، دور الحزانه یعنی مهد کودک، ورد به معنی گل جمعش میشه ورود، بیاد ورود و خروج بیافتید، ورود گل ها، ورد باز اگه میومد که همون دعا هست میشد اوراد، اما ورد میشه ورود. ما یعنی آب جمعش میشه میاه، میاه بیاد میو بیفتید میاو، حالا اینجا میاه، میاه یعنی آب ها. اما دو تا کلمه دیگه داریم، طلبه و کسبه. طلبه و کسبه، این دو تا کلمه رو بهش دقت داشته باشید که اینا، این دو تا بر وزن چی اومدن؟ بر وزن فعله. فعله، این کلماتی که بر وزن فعله میان اینا جمع هستن، جمع مکسرن، جمع مکسر، و دو تا مفرد دارن بچه ها. طلبه یه مفردش، یعنی دو تا جمع دارن. طلبه مفردش از طالب، طالب ما میتونیم دو تا جمع ازش درست کنیم، یکی طلبه یکی طلاب. طلبه طلاب، وارث ورثه وراث، و همچنین کاسب که این شکل. پس فعله و کلماتی که این قالب میپذیرن اینا مفرد نیستن، میگن فلانی طلبه است. طلبه فکر میکنیم یعنی یک نفر رو داره اشاره میکنه، اما فعله جمع هستش، و همطور که گفتم دو تا جمع برای مفرد اینا وجود داره و شبیه هم هستن. در جمع های مکسر شما باید شبیه سازی کنید، ریتم آهنگین بدید به موضوع و مشخص بشود، یعنی الگو پذیری، از الگوهامون می توانیم جمع های مثل اون رو درست کنیم. همچنان که شخص می شود اشخاص، فرد می شود افراد، بر میشه ابرار، شر میشه اشرار. ببین الگو برداری میکنیم، اینا سمایی هستن جمعای مکسر، یعنی قالب بندی معین و منظمی و به صورت قیاسی نیستش و سمایی و شنیده میشود این گونه. اینم از جمع، اقسام جمع، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، جمع مکسر. اینم در کنکور تو این سال اخیر استفاده شده. خب اینم از این نکته. بریم سراغ نکته بعدیمون که نوع اسم هستش. پس شد عدد اسم، حالا نوع اسم. نوع اسم تقسیم میشه به چهار مورد: مذکر حقیقی، مذکر مجازی، مؤنث حقیقی، مؤنث مجازی. الان ما دیگه تستی نداریم که بگه این مؤنث حقیقی است یا مجازی، اما مؤنث بودن و مذکر بودن تشخیصش مهم هستش در اعراب و تحلیل صرفی که میخواد یا در جای دیگری که در کنکور استفاده میکنه. مذکر حقیقی بر انسان یا حیوان مذکر، بر انسان یا حیوان مذکر یا نر دلالت میکنه، مثل الرجل الدیک. الرجل یعنی مرد، الدیک یعنی خروس، انسان یا حیوان مذکر. اما مذکر مجازی چی بنویسیم بچه ها؟ به طور چی؟ به طور چی؟ آفرین، سمایی یا به طور مجاز؟ بله به طور سمایی، آفرین به شما، به طور سمایی بر مذکر دلالت می کند، یعنی شنیده شده است. وقتی به عرب میگی که چرا قمر و قلم و دفتر کتاب رو مذکر میگیری، میگه من شنیدم، شنیدم، یعنی قانونی براش وجود نداره. اما ما برای که اینو راحت تر تشخیص بدیم میتونیم بنویسیم اغلب اشیایی که علامت مؤنث ندارند، اغلب اشیایی که علامت مؤنث ندارند رو در قالب مذکر مجازی در نظر بگیرید. اغلب ها به صورت مطلق نیست،
خب قلم و دفتر و کتاب و اینها همه اینا شی هستند، اشیایی که نشانه های مؤنث هم درشون وجود نداره. نشانه های مؤنث هم که میدونید دیگه، اینها میتونه نشانه مؤنث باشه. تایگر، این الف مقصوره و الف همزه، اینا نشانه های تانیث هستن، علائم مؤنث هستن، علائم مؤنث اینا میتونه باشه، مثل فاطمه، مثل کبرا، مثل زهرا. خب اگه کلمه شیعی این علامت رو نداشت، ما میتونیم اون رو حالا به صورت کلی تر به عنوان مذکر مجازی در نظر بگیریم. اما مؤنث حقیقی، مؤنث حقیقی بر انسان یا حیوان چی بچه هم؟ بر انسان یا حیوان مؤنث یا ماده، بر انسان یا حیوان مؤنث یا ماده دلالت میکنه، مثل امرأت و دجاجه. امرأت زن هست، دجاجه هم مرغ هستش. مرد و زن، مرد و خروس، زن و مرغ، اینا هم انسان و حیوان مؤنث حقیقی هستش. خب مؤنث مجازی هم به طور سمایی بر مؤنث دلالت میکنه، یعنی مثل مورد بالا به صورت سمایی بر مؤنث دلالت میکنه، مثل شمس، نار، نفس، دار، بیر، ارض، ید، ایران، شیراز، خندق، قریش، اینا مؤنث مجازی هستن. منتها باز هم علارغم که سمایی است، ما میتوانیم راهکاری رو براش پیدا بکنیم که یک مقدار راحت تر بتوانیم اینا رو به عنوان مؤنث تشخیص بدیم. بچه ها از همین آخر من شروع میکنم. قریش قبیله، قبیله ها، این خیلی حساسیتش بالاست. میویسی سریع چیز میکنم، سریع هم میویسی، نگاه حساسیتش خیلی بالاست. میشه کمش کنی؟ سیزارن اینجا هر چی هم زدید. چرا؟ قبیله ها اینا رو باید بزرگتر بگیسیم. خب قریش پس چی شد؟ قبیله ها، قبیله ها حکم مؤنث مجازی رو دارن. خندق جنگ ها، جنگ. شیراز چی؟ شهرها. ایران کشورها. ید اعضای زوج بدن، اعضای زوج بدن، اعضای زوج بدن. دو دست داریم، دو پا داریم، دو چشم داریم، دو گوش داریم، اینا هم میتونن حکم مؤنث داشته باشن. خب نفس و نفس و دار و بئر و ارض رو همه اینا رو ما به یک شکل در نظر میگیریم. اینا رو، این چهار تا رو، این چهار مورد رو می‌نویسیم اندرونی، اندرونی، درونی ها. نفس درونه دیگه، بیرون نیست. دار خانه درونه، بر چا درونه، ارض زمین درون جو یا آسمان قرار گرفته. اینا هم به عنوان مؤنث در نظر گرفته میشه و میماند نار و شمس. این نار و همچنین شمس، اینا هم درخشندگی های ذاتی هستند. درخشندگی، درخشندگی ذاتی که متعلق به خودشون هستش. شمس نور داره و درخشندگی داره، گرما ازش ساطع میشه. نارم همینطور، آتش، درخشندگی داره، مورد تقدس هم واقع شده. پس بچه ها مؤنث‌های مجازی که حکم سمایی رو دارن، قانونی براش وجود نداره، اما ما اومدیم یک کمی نشانه دادیم. درخشندگی های ذاتی مثل شمس و نار، اندرونی ها، فرو رفتگی ها مثل نفس و دار و بر و ارض، ید اعضای زوج بدن، ایران کشورها، شیراز شهرها، خندق جنگ ها، قریش قبیله ها. اینا رو اگه در جای دیدید حکم مؤنث رو دارن، به عنوان مؤنث در نظر گرفته می شوند. خب اینم از نکته نوع اسم که بهش اشاره شد. سوال دارید بچه ها؟ بله، فقط شنید سمایی هستن، به عنوان سمایی در نظر گرفته میشن. بله.
درخشندگی های ذاتی. بله بله خیلی خوب، بریم سراغ یک توجه. این توجه رو هم که تکمله این نکته نوع اسم هست رو بهش دقت داشته باشید. اسما چه حقیقی باشن یا مجازی در مؤنث بودن دو شکل میان. یک مؤنث لفظی، تعریفش چیه؟ اسم مذکری است، اسم مذکری است که علامت مؤنث داره، مذکره ولی علامت مؤنث رو داره، مثل موسا که الف مقصوره گرفته، مثل زکریا که الف حمزه که بهش میگن الف ممدوده، و مثل حمزه که تای گل گرفته. با هممون میدونه که موسا و زکریا و حمزه اینا مذکرن، اما علامت مؤنث گرفته، لذا بهش میگن مؤنث لفظی. یعنی در لفظ مؤنثن اما در حقیقت مذکرن. اگه برای اینا ضمیری خواستید بیارید، فعلی خواستید بیارید، یا صفتی خواستید بیارید، باید مذکر بیارید، جاء موسا، و نمیتونید براش مورد مؤنث رو بیارید، چون اینا در حقیقت مؤنث نیستن. اما مؤنث معنوی اسم مؤنثی است که علامت چی بچه؟ علامت مؤنث ندارد. مؤنث هستن ولی از علامت های سگانه مؤنث نیامده است، مثل شمس، مریم، زینب. شمس مؤنث مجازی است، مؤنث معنوی هم هست. مریم و زینب مؤنث حقیقی هستن، پس معنوی هم هستن. این هم یک اطلاعات تکمیلی مذکر و مؤنث بود که اشاره کردیم شما اطلاعاتی در این زمینه داشته باشید. اما نکته بعدیمون عدد فعل به لحاظ حروف هست. عدد فعل به لحاظ حروف به دو شکل میاد، یا ثلاثی مجرد است یا ثلاثی مزیده. تفاوت این دوتا چی هست؟ ثلاثی مجرد ها بچه ها چی هن؟ ثلاثی مجرد ها آفرین آفرین سمایی هستن، باریکلا سمایی. اما ثلاثی مزید ها قیاسی هستن. سمایی یعنی قانونی براش وجود نداره، وزن معینی هم نداره، متغیر است. اما قیاسی یعنی وزن معینی دارد. سمایی ها مثل یزهبنه خب که مازیش از ذهبه. ثلاثی مزید ها قیاسی هستن. خب 8 باب ثلاثی مزید هم توی جلسات آینده بهش خواهیم پرداخت. مثل یستخرجو، استفعل یستفعلو، استفعال، استفعل، استخرج یستخرجو، استخراج یستخرج. وزن معینی دارن ثلاثی مزیدا. یستخرجو که مازیش هست استخرجه. من تو پرسشی که پیش میاد اینه که در کنکورم تستی براش اومده بود و اونی که رای تشخیص ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید چی هستش؟ چگونه میتوانیم تشخیص بدیم که این فعلی که آمده است ثلاثی مجرد است یا ثلاثی مزید؟ تنها راش اینه، خیلی وقتا میبینم بچه ها میگن به ریشه نگاه میکنیم، به حروف اصلیش نگاه میکنیم، اما نکته اینه اولین صیغه فعل ماضی نشانه عدد فعل است. اولین صیغه فعل ماضی، همیشه وقتی که بهتون میگن تشخیص بدید آیا ثلاثی مجرد است یا ثلاثی مزید، سریع برید سراغ صیغه اول ماضیش. مثلا یذهبنه، میریم سراغ صیغه اولش، ذهبه هستش در ماضی. خب ذهبه صرفه، میشه ثلاثی مجرد. اما یستخرجو میریم سراغ ریشش، کار نداریم چون ریشش میشه خرجه صرفه. میریم سراغ ماضیش، استخرجه. استخرجه همونطور که ملاحظه میکنید از صرف بیشتر است، ولی لذا میگیم ثلاثی مزید. پس ملاک چی شد؟ اولین صیغه فعل ماضی نشانه عدد فعل خواهد بود. اینم از این نکتمون. اما میریم سراغ آخرین نکتمون که نکته بسیار مهمی هم هست و نوع فعل هست به لحاظ زمانی. این مورد فوق‌العاده مؤثر هست. نوع فعل ها به لحاظ زمانی در کنکور در بخش ترجمه تقریبا میشه گفت که حدود 70% تست های ترجمه از همین نکته پایانی ما در این جلسه گرفته می شود. کار انشاءالله در زمان تست های ترجمه ای اینا رو بسیار خواهید دید. یک مروری روی این مجموعه بچه ها داشته باشیم و ببینیم که چگونه هستش. خب بریم ابتدا سراغ ماضی. ماضی رو تقسیم بندی می کنیم، ساده مثبت، ساده منفی. نقلی مثبت بگید، نقلی منفی بگید، استمراری مثبت
استمراری منفی بعید مثبت بعید منفی التزامی مثبت التزامی منفی 10 مورد داریم برای ماضی در مثبت و منفی بودنش که بسیار موثر هستش و زیاد در کنکور استفاده می شود. خب بریم سراغ شاید مثال ها. برای ماضی ساده مثبت ذهبه به معنای رفت، جاء آمد، اکل خورد، سمع شنید. ساده منفی دو تا فرمول داریم، یکی ما با ماضی، یکی لم با مضارع. چه بگیم ما ذهبه و چه بگیم لم یذهب؟ معناش میشه نرفت، رفت، نرفت. در معادل سازی فارسی پس ماضی ساده مثبتمون رو اگه بخوایم منفی کنیم از ما و لم استفاده میکنیم. بچه ها بریم سراغ نقل. ماضی نقلی مثبت دو تا فرمول براش اومده، یکی لما با ماضی ساده، لما بلاوی ماضی، لما ذهبه هنگامی که رفت، هنگامی که رفت. درست شد؟ لمنتشره هنگامی که منتشر شد. خب فرمول بعدیش قد با ماضی هست، قد با ماضی که این بیشتر میاد. قد ذهبه رفته است، قد اکله خورده است، قد جاء آمده است. به این شکل ترجمه میشه. خب توجه، قد اگه همراه با مضارع بیاد یا برای تقلیل یا برای تردید، اگر قد با مضارع اومد یا تقلیل رو نشان میده یا تردید رو. خب اگر تقلیل رو نشان بدهد مثل قد یسافر رو از واژه گاهی استفاده میکنیم، گاهی مسافرت میکند. و اگر تردید رو بخواد نشان بده میگیم شاید مسافرت کنه. پس ما برای قد یسافر رو یا قد یذهب رو دو نوع ترجمه میتوانیم داشته باشیم، یا تقلیل کاهش بدیم بگیم گاهی، یا تردید درش ایجاد کنیم بگیم شاید. اینم در ترجمه که قد با مضارع خواهد اومد. نقلی منفی چه فرمولی داریم؟ لما با مضارع میاد، لما با مضارع، مثل لما یذهب از واژه هنوز نه استفاده میکنیم، هنوز نرفته است، هنوز نه. اینم در ترجمه است. فقط دقت داشته باشید بچه ها، لما این معنا رو ایجاد میکند که اثر بگذاره روی فعلمون. پس لما وقتی که آخر فعل ساکن کنه یا اثرگذار باشد از واژه هنوز نه استفاده میکنیم. اینجا هم اشاره کردیم بهش، نگاه کنید، گفتیم لما وقتی بر فعل بعد از خود اثرگذار باشد این معنای هنوز نه رو براش میاریم. اما یک وقت هست که لما با فعل مضارع میاد هیچ کاری هم به فعل مضارع نداره، لما یذهب. خب هر کدوم از این کلمات معنای خودشو خواهد داشت، هنگامی که میرود، وقتی که میرود. و توجه دوم اینه که لم اگه همراه با مضارع بیاد میتونه به صورت ماضی نقلی هم ترجمه بشه، ماضی نقلی منفی، لم یذهب نرفته است. پس هم میتونه بگیم لم یذهب نرفت، هم میتونیم به صورت نقلی بگیم نرفته است. اینم پس لم با مضارع. اما استمراری مثبت فرمول چیه؟ کان با مضارع، کان با مضارع، مثل کان یذهب به معنی میرفت، میرفت، انجام میداد، استراحت میکرد. و استمراری منفی میخوایم یه مثبت منفی کنیم، یه ما اضافه میکنیم، میگیم ما کان یذهب، این یک فرمول. یا میگیم لم یکن یذهب، اینم یه فرمول دیگه است. و فرمول سوم کان لا یذهب، استمراری منفی. پس سه فرمول، ما کان یذهب، لم یکن یذهب، کان لا یذهب. هر کدوم از این سه فرمول بیاد معناش میشه نمیرفت، نمیرفت. و اما بعید مثبت فرمول چیه؟ کان با قد با ماضی ساده، کان قد ذهب رفته بود، رفته بود. یه توجه دادیم، گفتیم ماضی بعید گاهی بدون قدم میاد، یعنی کان با ماضی اگر اومد همون بعیده، چی میخواد قد داشته باشه و چی میخواد قد نداشته باشد. و ماضی بعید منفی هم یک ما اضافه میکنیم، ما کان قد ذهب نرفته بود. در اینجا هم میتونه قد گاهی بیاد، گاهی هم نیاد. و اما ماضی التزامی مثبت مضارع کانه، مضارع کانه که میشه یکونو، یه ان اضافه میکنه بهش، میگیم ان یکون قد ذهب. پس مضارع ان با
آقای مزاره کانه بلاوی قد بلاوی مازی اخاف و ایتون قد زربه، میترسم که رفته باشد. منفیش هم یک لا اضافه میشه به همون ایتون قد زربه، میشه ان لا یکون قد زربه، میترسم که نرفته باشد. این از فرمول مازی، موارد دهگانه بود و این در اختیار شماست و اگر مسلط نیستید حتما مثل یک جدول زرد برای این مجموعه که حالا بچه‌ها مزاره رو الان میاریم مسلط بشید، نشانه ها برای خودتون بذارید برای تفکیک مثبت و منفی از یک دیگر و کاملا اشراف برش پیدا کنید. مدام تکرار کنید این فعل ها رو به لحاظ زمانی که در هم تستایی که الان دارید، حالا قلمچی، گزینه دو، ماز و یا هر آزمون دیگری رو که دارید شرکت میکنید در بخش ترجمه، اینا فوق العاده میتونن اثرگذار باشن. بله گفتید که این جزوه رو داخل گروه میذارین که این اعلام هم شد قبلا که بله حتما در اختیار شما جزوه قرار میگیره. حتی کتاب این هم خب اینجا هست، اونایی که کتاب رو هم میخوان میتونن سفارش بدن کتاب رو هم براشون ارسال بکنه. در غیر صورت بله جزوه در اختیار شما هست که بتونید بحثی که الان داریم رو باز ببینید، بحث‌های بعدی رو هم یک پیش مطالعه داشته باشید. خب بریم سراغ مزارمون بچه‌ها. مزارم باز همین تقسیم بندی رو داریم: مزاره اخباری مثبت، مزاره اخباری منفی، التزامی مثبت، التزامی منفی. ببینیم فرمولا چی هستش. در مزاره اخباری مثبت که همون مزاره عادی خودمونه دیگه، یذهب و میرود، ینصر و یاری میکند، میخوایم منفی کنیم یک لا اضافه میکنیم، میگیم لا یذهب نمی رود، فقط یک لا اضافه میشه که تاثیرگذار هم نیست. مضارع التزامی مثبت مثل انجام بدهد، برود، این در فارسی به این شکل میاد، منتها در زبان عربی یکی از جایی که بسیار استفاده می شود و خیلی هم باید بهش توجه کرد زمانی که لام بر سر فعل مضارع در میاد، منتها لامی که بر سر فعل مضارع در میاد گاهی وقتا ساکن میکنه و گاهی وقتا فتحه میده آخر فعل. لیذهب. اونجایی که ساکن میکنه از واژه باید استفاده میکنیم. اونجایی که ساکن نمیکنه یا فتحه میده از واژه تا یا برای اینکه استفاده میشه. لیذهب باید برود. لیذهب تا برود. متو پرسشی که پیش میاد اینه: در کنکور برای شما وقتی لام رو بر سر فعل مضارع در میارن حرکت گذاری نمی کنند. از کجا تشخیص بدیم که این لام جازمه است، یعنی ساکن کرده از واژه باید، یا لام ناسبه است و از واژه تا استفاده میکنه؟ وقتی حرکت گذاری نکردم بچه‌ها از کجا تشخیص بدیم؟ یکی از بچه‌ها گفته استاد کتاب چی بگیریم؟ خب کتاب خود من که هست دیگه، اگر اون رو بگیرید که دیگه به هیچی نیازی ندارید، اما کتاب مکمل هم اگه بخواید بگیرید همون کتاب میکرو طبقه بندی گاج رو بگیرید، چه نقره‌ای چه سفیدش، میکرو طبقه بندی گاج خوب هستش. خب بچه‌ها این سوال من، لامی که بر سر فعل مضارع در میاد و حرکت گذاری هم آخرش رو نکردن و نمیدونیم که این لام ساکن کرده از واژه باید یا ساکن نکرده از واژه تا استفاده کنیم، چه نشانه ای داریم بچه ها براش؟ میتونید بگید به من؟ خب وسط جمله میاد برای ترجمه تا، بر اساس جمله گفتن بعضی از بچه ها. خب ببینید رای سادش فعلا همینه، لامی که جازمه هست ابتدای جمله میاد. پس اینجا فعلا اینو می‌نویسیم، این لام ابتدای بذارید اون طرف بنویسم که مشخص باشد، این مورد از ابتدای جمله یا درون جمله اصلی میاد. لامی که ابتدای جمله بیاد، یعنی درون جمله اصلی بیاد که حالا فعلیه باشه یا اسمیه، اون لام جازم است. اما لام که منصوب میکنه، این لام این غیر ابتداست، ابتدای جمله نمیاد، غیر ابتدا است، میانه میاد چون میخواد علت رو بیان بکنه.
این فعلا نگاه اولیه ماست، اما در تست یک ویژگی هایی داره که در اونجا من بهش اشاره میکنم. خب بریم سراغ مزارع التزامی منفی. این لی از هب و لی از هب رو میخوایم منفی کنیم. چه کار کنیم که منفی بشه بچه ها؟ فقط کافیه که شما به همون لی از هب یک انلا اضافه بکنید، لی انلا، یا مخففش کنید، نونشو بندازید، لعلا یذهب، یذهب لی ان لا یا لی الا یذهب. این لی الا مخفف لی ان لا هستش. خب باید که نرود. لی باز مورد بعدی، لی ان لا یا لی الا یذهب، این یذهب، اینم یذهب، باید برود، باید که نروند یا نباید بروند، و در اینجا هم که تا که نروند. اینم از مضارع التزامی منفی که یک انلا بین لام و فعل آوردیم. اما مستقبلمون هم تقسیم میشه به مثبت و منفی. در مستقبل مثبت از سه و صوفه استفاده میکنیم، سیذهب و صوفه یذهب خواهد رفت، و منفی هم یک لن اضافه میکنید به فعل مضارع، نخواهد رفت. لن به امر فعل مضارع مستقبل منفی میشه، نخواهد رفت. و آخرین فعلمون هم فعل امر هست، امر مثبت، امر منفی که نام دیگه‌اش هست نهی، نهی اذهب برو، لا تذهب نرو. این هم از این. و آخرین مطلبمون این که لای نهی که الان نامشو بردیم با لای نفی چه تفاوتی داره؟ خب لای نفی که میدونید هیچ کاری به فعل مضارع نداره، اما وقتی لای نهی میاد از این اتفاقات رخ میده: سکون فعل، حذف نون به غیر از 6 و 12 در مضارع، و حذف حروف عله یعنی وای. حالا حرف عله رو الان در کتاب این نظام جدید حذف کردن، خود واژه حرف عله رو، اما فعل هاش رو حذف نکردن. فعل هایی که در حروف اصلیشون واو، الف، یه، وای اومده، مثل یهدی، مثل یدعو، اینها. اگر این موارد بیاد، اون واو و الف و یه از فعل مضارع حذف میشه. مثلا فرض کنید مثلا عرض بزرگ شما که همچی، حالا میخواییم که یک لای نهی رو بر سرش در بیاریم، لا تم شه، لا تم شه، این حرفه چی میشه؟ این حذف میشه وقتی که عوامل لای نهی میاد. خب پس لای نهی آخر فعل رو ساکن میکنه، اگه ساکن نباشه، نون داشته باشه، نون خاری خواهد کرد، به غیر از صیغه 6 12 که هیچ اتفاقی براشون نمیفته. اگه تو حروف اصلیش هم وای داشته باشه، اونا حذف میشود. این هم از نوع فعل به لحاظ زمانی. پس ماضی ها بودن و تقسیم بندی 10 گانه شون، مضارع بود و تقسیم بندی 4 گانه شون، مستقبل 2 گانه، امر 2 گانه. اینها خیلی مهمن بچه ها، حتما بهش توجه داشته باشید. خب من پایان هر جلسه 20 جا خالی که الان ما با هم جلو رفتیم و پر کردیم رو آوردم. یعنی وقتی این کتاب در اختیار شما قرار میگیره یا جزوش در اختیار شما قرار میگیره، اون جای خالی رو که میخواهید پیشا پیش پر بکنید، اگر جایی با مشکل برخورد کردید، ما این جدول 20 گانه رو قرار دادیم، 20 جا خالی رو آوردیم. شما میتوانید یک به یک به صورت همونطور ردیفی که میرید جلو جای خالی رو پر بکنید، این جا خالی های 20 گانه پر خواهد شد. اگر خودتون پیش مطالعه داشتید، میتونید اصلا نمره بدید به خودتون، خودتون تلاش کنید بر اساس اطلاعاتی که دارید جا خالی ها رو پر کنید، و بعد ببینید از درست انجام دادید یا نه، به خودتون از 20 نمره بدید. اینو من قرار دادم دیگه، یعنی برای کسانی که دارن خودشون مطالعه میکنن بدونن که چه چیزهایی در جای خالی قرار میگیره. خب بریم سراغ زمست زندگی، خاطرات کودکی. پایان هر جلسه من یک زمست زندگی دارم بچه ها. گفتن که یکی اشاره کرده که 12 چی؟ استاد اعداد صیغه ها رو چجوری بفهمه؟ اینم با سوی همون
کتاب یا جزوه اعداد سیگاه رو به ترتیب ماضی مضارع هم همه رو من سیگاه چهاردهگانه رو آوردم به زبان عربی چی میگن، فارسی چی میگن و چگونه به کار بردم. چون اونجا هستش. چرا یکی از دوستاتون هم اشاره کرده که تست کار نمی کن. همین الان یه آزمون داریم از شما. یه آزمون الان خواهیم داشت از شما. یه آزمون هم تکلیفی که برای شما ارسال خواهد شد. تا روز جمعه باید اون آزمون رو برای جایی که آدرس داده میشه بهتون گفته میشه میفرستید و نگاه میکنید ببینید که چیکار کردید. اون تکلیفتونه دیگه. یه تکلیفتون منزل دارید که براتون ارسال خواهد شد و اون رو باید حتما جواب بدید تا قبل از اینکه این جلسه بعدی بیاد باید اون جواب داده شده باشه، فرستاد بفرستید برای من و ببینیم که چیکار کردید شما و جلسه بعد که میایم اون آزمون رو بررسیش میکنیم. یا آزمونم که فلفور آزمون کوتاه مدت الان خواهیم داشت برای هر جلسه. خب بریم اینجا. خاطرات کودکی. من پرم از خاطرات و قصه های کودکی، این که روباهی چگونه میفریبد زاغکی، قصه افتادن دندان شیری از هما، لاغ‌پشت و تک چوب و فکرهای اردکی، قصه گاو حسن، دارا و سارا و امین، روز بارانی، کتاب خیس و کبرا، تفلکی. شما یادتون نمیاد اینا تو اون کتابا بود، از مامان باباهاتون بپرسید. تیل بازی در حیات و کوچه و فرش اتاق، بر سر کبریت و سکه یا که درب تشتکی، چای ولفرج و سماور نفتی کنج اتاق، مادرم هرگز نیاورد استکان بی نلبکی، داستان نکتلا با مخمل و مادر بزرگ. اینو شاید دیده باشید، اخیراً هم داره تکرار میکنه. در دهی زیبا که زخمی گشته بچه لکلکی، حاج زنبور عسل، نل در فراق مادرش، یاد دوران اوشین و نقطه های برفکی. تلویزیون های برفکی بود، نیمه از تصویر برفک بود. 8 سال از دوره شیرین اما تلخ ما، پرزاجیر خطر با حمله های موشکی، تا کجاها میبرد این خاطره امشب مرا، کاش میرفتم به آن دوران خوبم دستکی، یاد آن دوره همیشه با من و در قلب من، من بیاد و خاطراتت زندم ای کودکی، کاش میشد بچگی را زنده کرد، کودکی شد کودکانه گریه کرد، شعر قهر قهر تا قیامت را سرود، آن قیامت که دمی بیشتر نبود، فاصله با کودکی هامان چه کرد، کاش میشد بچگانه خنده کرد. اینم از مورد امروز بچه ها زمسه زندگی. خب اونایی که دغدغه آزمون رو دارن تا لحظات دیگه بهش میرسیم. اما یک صفحه بسیار خوب دیگری در هر جلسه داریم بچه ها. دیدید دیگه در کتاباتون به صورت پراکنده تو تمرین یا بعضی از جاها اومده جمعای مکسر رو مترادف ها و متضاد ها خیلی پراکنده آورده شده. حالا من تو هر جلسه جمعای مکسر، مترادف ها، متضاد ها رو اینجا قرار دادم. یعنی دیگه شما به کتاب درسیتون اصلا کاری ندارید برای کنکور. هیچ نیاز ندارید، نه قواعدش، نه هیچ موردش رو نیاز ندارید. همه اینجا هست و همین موارد بسنده بکنید. بیش از اون چیزی که در کتابتون هم هست در اینجا آمده است. بریم یک روخانی بکنیم که بعدا که شما میخواید اینا رو داشته باشید با مشکل مواجه نشید. خب ارازل انسان‌های پست و بی‌مقدار، مفردش میشه ارزل. افاضل انسان‌های شایسته، مفردش افضل. الوان رنگ ها، مفردش لون. انجم ستاره ها، مفردش نجم. کواکب ستاره ها، مفردش کوکب. ملابس لباس ها، مفردش لباس. انعم نعمت ها، مفردش نعمه. الدرر مروارید ها، مفردش دور. ظلمات تاریکی ها، مفردش ظلمه. قصون یا اقصان به معنی شاخه ها، مفردش میشه قصن. احجار سنگ ها، مفردش حجر. جمل جمله ها، مفردش جمله. این از جمعای مکسر. مترادف ها، به حسن یا فتشه یا یفتشو به معنای اینا همه مترادف هن، جستجو کرد. خسران ضرر زیان. مسموح جائز یعنی مجاز، هر دو اینا به معنی مجاز هست. بالغ تام کامل. غیم سحاب به معنی ابر. انعم مواهب به معنی نعمت هاست.
و انجم کواکب که برای ستاره ها ساره و اسبه معنا دارن، مزارع شده که اسبه یوسف اسبه از اون گرفته شده شد. الغالی الباهظ یعنی گرانبها ها با ارزش، یعیش و یس کنو دیگه می کنند، فائز ناجه پرنده پیروز، رقده مصیبا با نامه به معنی خوابی، متزاد ها، ارازل انسان های پرزل انسان های ارز، رخیص باهظ یا قالی به معنای گران هست، یخرج و خارج می کند، یدخل و وارد می کند، خسران ضرر نفع سود، غدن فردا امس دیروز، ناجح برنده قبول راسب مردود، حرارت گرما برودت سر، ضیاء روشنی ظلمت تاریکی، بالغ کامل ناقص ناقص، شراء خریدن بی فروختن، زرع کاش حسد برداشت درو کرد، بدایه آغاز نهایه پایان. اینم از مترادف و متضاد و جمع و مکثر در هر جلسه خواهیم داشت، شما رو بی‌نیاز میکنه از هر چیزی. در اونجا هم جمع و مکثر مترادف متضادها بهش اشاره کرده، در اون کتاب میکرو طبقه بندی گاش هم در اونجا هم هستش. بله اونجا هم میتونید پیدا بکنید. خب اینم از این. ولی خب همینطور که گفتم کتاب من یا این جزوه که در اختیار شما قرار میگیره همه این موارد رو داره دیگه، بی نیاز از همه چیز خواهی شد. و دریای قواعد سید ترجمه یک کتابی که الان چاپ دهمش هست و از کتاب‌های بسیار خوب و مفید و کتاب و مختصر هر چی رو که نیاز دارید در اینجا وجود داره. حتما اگر خواستید هماهنگ کنید با مؤسسه با جناب آقای پلنگی‌ها تا اون کتاب رو برای شما بفرستن، در غیر صورت که خود جزوه در اختیار شما قرار میگیره. خب اینم از آزمون بچه ها که دلتنگش بودید. یک زمینی که این رو جواب میدید در همین حین جواب دادن یه استراحتی هم دارید دیگه. گفتیم که آزمون کوتاه مدت برای همین درس ما دادیم، اقسام کلمه ملحقاتش، تاریخ آزمون که امروزه، وقت 6 دقیقه فرصت دارید، حالا 5 دقیقهش میکنیم، 5 دقیقه شما فرصت دارید که این 8 تا تست رو جواب بدید و برای من این ارسال کنید. مثلا 1 گزینه فلان، 2 فلان، 3 فلان مشخص بکنید. ترتیبی هم که در این آزمون‌های کوتاه مدت و بلند مدتمون داریم اینه که ما 4-5 تا تستش به قواعدی که اشاره کردیم میپردازه، بعد مترادف متضادی خواهیم داشت و متغیر خواهد بود در هر آزمونی، بعد به لحاظ مفهومی مفهوم شناسی داریم، یه تست مفهوم شناسی داریم و یه تست ترجمه هم آورده شده. این هم یک ریتم کاملا همیست که تا پایان با هم بیریم. آزمون کوتاه مدتمون در کلاس بررسی می شود بچه ها، آزمون بلند مدت که برای شما فرستاده می شود اون در منزل. یک هفته فرصت دارید دیگه، تمام این مطالبی که من امروز گفتم رو بهش میپردازید، خوب مسلط میشید. این آزمون کوتاه مدت هم باز یک نگاهی میکنید، بعد میرید اون آزمون بلند مدت که برای شما فرستاده میشه در منزل جواب میدید، زمان رو رعایت بکنید، همون زمان 6 دقیقه است 8 تا تست، و انجام بدید و بفرستید تا ببینیم چیکار کردید، تکلیفتونه، وظیفه یعنی به عنوان یک وظیفه شناخته شده که اون رو باید انجام بدید و میفرستید، و بعد هم که در جلسه بعد اون رو بررسی کنید. خب پس یک 5 دقیقه شما فرصت دارید این رو بفرستید، منم دارم نگاه میکنم پاسخه که شما ارسال میکنید. در همین این میتونید یه استراحت کوتاهی هم داشته باشید. خب بچه ها اگر اجازه بدید دیگه با هم بررسی بکنیم. سوال اول، چند تا اسم در این عبارت اومده؟ شناسای اسم که یادتون هست چیا بود دیگه، بعدن هم میره کامل نگاه کنه. بریم نگاه کنیم بچه ها. ببین خب زاکه این یک به عنوان یک اسم اشاره، هوه به عنوان ضمیر، ضمیرام اسم بودن دیگه بچه ها، الله به عنوان یک اسم خاص، الذی به عنوان اسمای موصول، انعام انعام و هو انعام و هو انعام بچه ها اضافه شده به هو، مضاف هست، مضافه، مضاف هم اسم بود، هو خود هو
به عنوان ضمیر بعد منهمره تا گرد در آخرش پس بشماری با هم بچه ها یک و دو سه و چهار پنج و شش هفت هفت تا اسم ما در این عبارت پیدا کردیم میریم سریع گزینه چهار رو انتخاب میکنیم سبع اعداد من بسه ترتیبی چهار پنج شش هفت این شکل ترتیبی بالا پایین بردم که راحت تر باشی بریم برای شماره دو تعیین کنیم صحیح رو یومن و والدانه و قزلان رو مثنا گرفته این دو مورد چون میپذیریم اینا درستن بذارید مثبت منفیش کنیم دیگه اینم مثبت اینم مثبت اما غزلان جمع هستش جمع غزاله و این از گردونه رفت بیرون این یکی هیچی پس این یکی میره کنار پاکش کنیم درست بنویسیم خب این گزینه حذف شد میریم برای بعدی غصون جمع جمع قوس شاخه ها عیون جمع اسفاد جمع جمع مکسر هم گرفته همین گزینه انتخاب میشه دو دو انتخاب خواهد شد بچه ها بعدا اشاره میکنم یکی از بچه ها گفته من مضافم مضاف الیه رو نمیتونم تشخیص بدم بعدا بهش اشاره خواهیم کرد خب سه چند تا اینو دیگر هم نگاه کنیم باز برای مثبت منفیش امانت رو به عنوان مؤنث میتونیم تشخیص بدیم اشاعت رو هم بله اما اخوت رو بچه ها اخوت اینجا من می نویسم اخ دو تا جمع داره یکی اخوان یکی اخوت پس اخوت هم جمع اخ هستش و این غلطه که به عنوان مؤنث گرفته و تای تانیث نیستش بریم برای مورد چهار اخوان رو مثنا گرفتی خب این غلطه و اما دو مورد دیگهش زعبانه مثبت عالمینه هم مثبت هست یعنی اینو مثنان اما اخوان مثنا نیست خب اینم از این تست شماره سه چند تا فعل در این عبارت اومده الحمدلله الذی خلق السماوات والارض همتون دیگه راحت تشخیص دادید که یه خلقه داریم دیگه فقط خلقه و یه دونه بیشتر نیست گزینه چهار رو انتخابش شماره بعدی تعیین کنید صحیح ترین رو در نفی ماضی برای یس رخ نه اصح به کار برده بچه ها صحیح ترین رو پس برای میشه صحیح داریم دنبال صحیح ترین میگردیم معمولا این نوتس ها که اصح ادق انسب میاد یعنی صحیح ترین دقیق ترین مناسب ترین میاد گزینه ای رو باید انتخاب بکنید که به بیشترین گزینه ها داره اشاره میکنه یعنی اگر یک و دو یا سه و چهار کرد بدونید که بیشترین گزینه ها مد نظر هستش خب نگاه میکنیم ماضی رو میخواد ماضی منفی چه فرمولایی داشتیم برای ماضی ساده منفی برای ماضی منفی یکی ما با ماضی یکی هم لم با مضارع اینو ما میخوایم خب یک لم با مضارع اومده سم ما با ماضی اومده بنابراین گزینه چهار رو صحیح ترین انتخابش خواهیم کرد مورد پنج لما یبحثوا لما با فعل مضارع اومده لما یبحثوا خب لما با فعل مضارع میشد ماضی نقلی منفی از واژه هنوز نه استفاده میکردیم بچه ها واژه هنوز نه با کجا داریم اینو گزینه دو داریم این هنوز نه رو هم بهش توجه بکنید دیگه این انتخاب میشه شماره بعدی تعیین کنید صحیح رو ارازل مساوی با افاضل خواهی که ضد همان و مترادف نیستن کسرت قلت این ضد همه و همین رو انتخابش میکنید این درسته یمین راست یسار چپه اما مساوی گرفتن یعنی مترادف غلطه موجب از همون شادابی و تلاش میاد مسرورم از شادی میاد اینا رو زد گرفته اینم غلطه پس مورد دو انتخاب میشه شماره بعدی تعیین کنید خطا رو در مفهوم عبارت خیر الامور اوسطها رهران نیست که گه تند و گهی خسته رود میانه روی این درسته
اما خطا رو میخواد. سکوت اللسان سلامت الانسان، یعنی سکوت انسان، انسانی که زبانی که سکوت کنه و سخن نگه انسان به سلامت خواهد بود. سکوت بهتر از هجو گودی هستش. خب خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو. خب یه غلطه، ربطی نداره به این لازم مفهوم شناسی، همین غلطه. و گزینه های بعدیش هم که یوم لنا و یوم لنا، روزی برای ما روزی بر علیه ما، گهی پشت بزین و گهی زین بپوش. درسته. العالم و بلا عمل که شجره بلا ثمر، علم چندان که بیشتر خانی چون عمل در تو نیست نادانی. هم درسته و مناسب. اما آخرین موردمون ترجمه این عبارت چی می شود؟ خب چی گفته بچه ها؟ ما کنتو افهمو. چه فرمولی اومده؟ ما به علاوه کانه به علاوه مضارع مساییس با ماضی استمراری منفی. ماضی استمراری منفی، اینو باید بهش توجه بشود. ماضی استمراری منفی میخوایم، یعنی فهمیدم نمیفهمیدم نمیفهمیدم. گزینه سخن مادرم رو نمیفهمیدم، نفهمیدم، نفهمیده بودم، نمیفهمم غلط است، نمیفهمیدم، میرفت، نمیرفت. گزینه سه انتخاب میشود. اینم از سه امروز بچه ها. ممنونم از شما و حتما حتما این مطالب که در اختیار شما قرار میگیره براتون فرستاده میشه، خوب بخونید. این آزمون هم خوب باز دوباره دیگه نگاه کنید. آزمونی براتون فرستاده خواهد شد بر اساس همین چارچوب مربوط به همین درس اقسام کلمه. آزمون بلند مدت تکلیف شما هست، در منزل اون رو جواب میدید، میفرستید به اون آدرس آیدی که به شما اطلاع رسانی خواهد شد، اونجا ارسال میکنید، من میبینم و بعد هم یا برای خود منم حتی میتونید بفرستید و بعد انشالله هفته آینده که اومدیم اون رو بررسی میکنیم و ادامه خواهیم داشت، خواهیم داد به و میریم جلو. اما اون دوستمون که صحبت از مضاف و مضافان علیه کرد، بین اسم مضاف یک چند مشخصه رو باید رعایت کنه. الف لام نمیپذیره، تنوین هم نمیپذیره. وقتی دو تا اسم کنار هم میبینی که اون اسم اول الف لام نگرفته، تنوین نگرفته، و اگر مثنا و جمع مذکرم سالم هم از نونش حذف شده، اونا اضافه شدن، اضافه میشن به کلمه دیگری. این توضیح اولیه، بعدا انشالله توضیح بیشتری خواهم داد. خب بله دیگه چیه؟ دوباره تکلیف رو میگید لطفا. تکلیف آزمون بلند مدتی خواهد بود که 8 تا تست 6 دقیقه زمان دارید، برای شما ارسال خواهد شد، اونو پاسخ میدید. تا هفته، تا جمعه و شنبه فرصت دارید که اونو برای ما بفرستید به همون آدرسی که آقای کلنگی خواب براتون ارسال خواهند کرد، میفرستید و بعد بررسی میکنیم هفته آینده ابتدا اون رو بررسی خواهیم کرد. برای معانی کلمات هم ما همون واژگانی که آخر درساتون هست، اون رو برای یه عدد تست که احتمالاً حالا در کنکور بیاد میتونید از اون استفاده کنید، وگرنه ما در ترجمه نیاز به کلمه شناسی نداریم که کلمات رو حفظ بکنیم، فرمول داریم در ترجمه. تمام تستاشون 10 تا تستی که هست از فرمول استفاده میشه، نیاز به حفظ کلمات نیستش. بله دیگه بله، کلاس هم تمام شد. خب استاد لباس ها مذکرن، لباس بستگی داره مفردش رو بیارید، لباس رو بیارید یا مثلا جمعش رو بیارید. اگر جمع غیر عاقل باشه حکم مؤنث رو داره، جمع های غیر عاقل غیر انسان حکم مؤنث رو خواهند داشت. بله بسیار خوب، بسیار خوب، خیلی ممنون بچه ها. راضی بودید امروز؟ خوب بود؟ استفاده کردید بچه ها؟ متشکرم، خیلی خوب، متشکر، خیلی ممنون که 100% عالی. بله بله این موارد خیلی خوبه و این گلایی که میفرستید و دستایی که فرستاده میشه، اینا همه خیلی ممنون، خوشحال شدیم. انشالله هفته بعد باز ادامه خواهیم داد با شما. خیلی ممنون بچه ها، خدا نگهدار. این موضوع خدا حافظ.